همین صبح حاضر شدم برم برای اجرای حکم. خبرگزاری ایسنا به من زنگ زدن. بله خانم بهرمی، خبر داریم حکمتون اجرا نمیشه. گفتم نه، فکر کردم دروغه، چون معمولا این کار حقوق بشری ها و اینجور چیزاست، میخوان اذیت کنن به هر طریقی، میخوان حکم منو خراب کنن. رفتم جامعه جمع زنگ زدن، گفتم خانم بهرامی حکمتون مثل اینکه اجرا نمیشه. دیگه ما رفتیم، من سوار ماشین شدم، رسیدیم بیمارستان دادگستری، خیلی خبرنگار بودن. بعد سری محافظا اومدن، محافظای بیمارستان اومدن، منو خانواده‌مو سری یه قسمتی ما رو بردن نشوندن، گفتن که خانم حکم شما اجرا نمیشه. یعنی تنها امید من به حکم بود و قضاتی که سر راهم بود. فکر می‌کردم آدمای خیلی خوبی هستن، شاید هم خوب هستن، ولی امروز نمیدونم چی شد، من نفهمیدم. یعنی احساس کردم تنها چیزی که بهش آویزونم، ریسمانی که بهش آویزونم و احساس میکنم کمکم میکنه، اونم احساس میکنم پوسیده است. توی 6 سال خیلی بد دیدم، ولی میگم قاضیام تا امروز آدمای خیلی خوبی بودن، ولی امیدوارم بعد از اینم کمکم کنن. حکم قصاص چشم در برابر چشم با اسید که در دیوان عالی کشور به تایید رسیده چرا میباید متوقف بشه و آیا این به منزله اون نیست که شما در تصمیم خودتون مبنی بر اجرای حکم قصاص تجدید نظر کنید؟ اتفاقا ما امروز دادستان رو دیدیم، بعدش همونجا به ما گفتن، ما گفتیم آخه چرا، یه نامه به ما نشون دادن که بله به زندان مقامات بالا اطلاع دادن که مجید موحدی رو نیارن و به بیمارستان اطلاع داده بودن و به قاضی من که این حکم اجرا نمیشه امروز. بعد من زنگ زدم دادستانی، گفتم که ببخشید چرا این حکم اجرا نمیشه. قاضیم گفتن که چرا شما به رادیو تلویزیون اطلاع دادی؟ من اطلاع ندادم، من اصلا روحم خبر نداره که این روزنامه از کجا خبردار میشم. یعنی خودشون خب زنگ میزنن با من صحبت میکنم، من جوابشون رو میدم. بعد دیگه گفتن که اصلا شاید قضیه اینم نیست. گفتن شما پاشین بیاین اینجا، ما هم براتون توضیح میدیم چی شده. دادستان اجرای احکام گفتن که بیمارستان مناسب و دکتر نداشتیم که این کار رو انجام بدیم، ما متاسفیم. همین، گفتن منتظر باشین، هر موقع دکتر داشتیم ما شما رو صدا میکنیم، حکم اجرا میکنیم. خانم بهرامی، در طی این سالهایی که شما قربانی اسید پاشی شدید، افراد مختلفی از سراسر جهان به شما کمک کردند و مورد توجه جهانیان قرار داشتید. آیا برایند همه این اظهار همدردی ها شما رو به بیمارستان دادگستری برای اجرای حکم قصاص به وسیله اسید میرسونه؟ نه اتفاقا، عکس این، کسی با من همدردی نکرد. من فقط سال اول حمایت شدم، کسی منو کمک نکرد، کسی هزینه‌های عمل منو پرداخت نکرد. فقط سال اول من همدردی دیدم، بعد از اون دولت اسپانیا که گفت پناهنده شو تا کمکت کنم، من پناهنده نشدم، کمکم نکرد. از این طرف دولت ایران هم گفتش که خب اقامت اسپانیا رو اونجا حمایت میشی، ولم کردم. بعد مردم خیر 1 کمک کردم، دیگه کمکم نکردن. من همدردی به اون شکلی که شما میگی ندیدم. من الان 3 تمام خودم دارم، هزینه هم از همین تلویزیون رادیو و چیزای جزئی به دست میارم. و خانواده آقای موحدی هیچ سعی نکردن که رضایت شما رو جلب بکنن؟ به دروغ به همه گفتم ما با آمنه صحبت میکنیم، ما با آمنه همدردی میکنیم، رفتیم از آمنه معذرت خواهی. امروز توی بیمارستان دادگستری بودن، ولی هرگز نیومدن جلوی من بگم معذرت میخوان. تازه پدرشون صبح رفته بود با آقای دادستان اجرای احکام صحبت کرد، گفتم ببخشید، گفته بودن که آمنه بیاد عقد پسر من بشه، پسر من جونشو میکشه تا آخرام. گفتم مگه احمقم؟ گفتم مگه میخواستم این کارو بکنم 6 پیش میکردم.